به نام خدا. من با عرض معذرتی که دارم خدمت جناب استاد، دقیقاً صحبتی که من میکنم مرتبط به صحبت جناب استاد است. قسمی که دکتر سید گفتن، هیچ یک محور کلی و ملی سرتاسری در افغانستان وجود ندارد. حتی توسعه رسانه‌ای هم مرتبط به خواست و روند طبیعی جامعه افغانستان نبود. بعد از 11 سال که ما نگاه میکنیم که افغانستان از یک توسعه عظیم رسانه‌ای برخوردار شد، نه به دلیل از این که مردم و جامعه نیازمند از این بود و حتماً باید به وجود می‌آمد و این حس را در افغانستان مردم کرد، بلکه به این دلیل که وقتی اداره محقق ایجاد شد، فضایی که بر افغانستان حاکم شد با حضور نیروهای بین‌المللی و جامعه جهانی چنین خواستی را القا می‌کرد که افغانستان باید دارای رسانه های آزاد و خصوصی باشد. به همین دلیل ما نه با توسعه رسانه ای، باید اگر انفجار رسانه ای مواجه شدیم. در کمترین فرصت ما در حال حاضر بیش از 50 تلویزیون در افغانستان داریم، بیش از 170 رادیوی اف ام در افغانستان داریم، بیش از صدها نشریه چاپی در ولایات مختلف. البته توجه جامعه جهانی و کمک های مؤسسات بین‌المللی به خاطر تقویت و ایجاد نهادهای رسانه‌ای و رسانه ها در افغانستان چه چابی و چه برقی بسیاری است که حقیقتاً قابل توجه است. اما ایجاد رسانه به خاطر اطلاع رسانی، به خاطر ارائه برنامه های ذوقی و تفریحی و به خاطر ایجاد برنامه های نشر برنامه های آموزشی چیزی بود که در بسیاری از موارد حتی مالکان رسانه ها به این مسئله فکر نمی کردند. به چه دلیل می خواهند رسانه داشته باشند؟ به چه دلیل می خواهند رادیو یا تلویزیون داشته باشند؟ به همین خاطر در رسانه های افغانستان بیشتر به رویدادهای سیاسی می پردازند و خبر توسعه در رسانه های افغانستان کمتر است. چون با یک تفکر آغاز نشده این توسعه، یعنی با یک خط و اندیشه خاص آغاز نشده. از جانب دیگر با وجود سرازیر شدن منابع هنگفت مالی به افغانستان، حکومت در 11 سال گذشته اصلا توجهی به مبارزه با بی‌سوادی نداشته. شما آمار و ارقام وزارت معارف افغانستان رو هم میکنه توجه کنید، سالانه 20 میلیون دلار به خاطر مبارزه با بی‌سوادی برای یک کشوری که بر اساس ارقام تخمینی 66% نفوسش بی‌سواد است و این میزان در میان زنان در افغانستان 90% است. در حالی که در استراتژی که مصوبه‌اش آماده شده بعد از 11 سال، این وزارت خود پیش بینی کرده که برای مبارزه با بی‌سوادی 75 میلیون دلار سالانه نیاز است. این نوع نگاه حکومت از اوائل و تیمی که در افغانستان گروهی در سر اقتدار آمد مشخص می‌سازد که نه از اهمیت سواد اطلاع داشتن و یا هم نه اهمیتی به مبارزه با بی‌سوادی را قائل بودند. وگرنه باید ما دارای یک استراتژی مدون ملی که دقیقاً نخواهد می بود اما رسمی حداقل می بود دارای مبارزه با بی‌سوادی می داشتیم که در تمام عرصه‌ها و سکتورها همه شاملین و شهروندان افغانستان به اون مثلا توجه می داشتن و کار می کردن. متاسفانه چنین چیزی صورت نگرفت. رسانه ها هم برخی ها به این مأمور پرداختن به صورت انفرادی، نه در یک چارچوبات کلان برنامه کلان رسمی یا ملی، اما به هیچ وجه این پرداختن رسانه ها به خاطر تشویق مردم، به خاطر آگاهی مردم از اهمیت سواد و یا هم آموزش از راه دور چنین چیزی نبوده. در قبل خاطر از این مسئول خودش فکر میکرده که نیاز جدی جامعه است، گاهگاه برنامه های به زمینه داشتن. بلکه هم از رسانه ها که شما میدانید رسانه ها در افغانستان هم متنوع هستند. متنوع به این معنی که اگر به خاطر اهداف کلان مردمی ایجاد نشدن، روی اهداف خاص ایجاد شدن. به اون شکل نیست، خصوصا در تلویزیون ها. دارای خطوط مشخص پالیسی های سیاسی قومی هستند و
و بیشتر به این مسائل توجه دارند تا و آفت بزرگی که دامنگیر افغانستان است و اون بی‌سوادی است واقعا که جهل به مایه تمام مصیبت ها و آفات در یک کشور است و افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشتر از اکثریت نفوسش بی‌سواد است در میان مانند سومالی، مالی و سنگال و غیره. آن ببینیم که حکومت و تا جامعه جهانی به این مسئله کمتر پرداختن، پروژه های مختلف در زمینه بازسازی به افغانستان داده شد و پروژه های متعدد به خاطر مبارزه با کشت قاچاق مواد مخدر و رسانه ها داده شد، اما من تا حال حداقل و کسی به این زمینه مجبور بودیم هیچ رسانه را شاهد نیست به خاطر مبارزه با بی‌سوادی برنامه داشتن یا توسط کدام منبعی خاص تمویل شده باشد یا پروژه به این زمینه داده شده باشد. نه تنها حکومت افغانستان به این مأمور نپرداخت که جامعه جهانی هم به این مسئله توجه چندانی نداشت، وگرنه اصل مسئله، اصل مبارزه با جهالت و افراطیت زدودن بی‌سوادی در افغانستان است. بر پیمانه که نفوس یک کشور از نعمت سوم دانش و علم و فرهنگ برخوردار باشد، دقیقا زمینه فعالیت گروه های افراطی و دنیاگرا گرفته خواهد شد. حداقل جهالت به این حد نخواهد رسید که حاضر شوند انتحار کنند، هم خود را بکشند، هم ایده زیادی از مردم بیگناه و مظلوم را به خاک و خون بکشند. به این مسئله توجه چندانی صورت نگرفت. در هندوستان قرار اطلاعی که من دارم به هر دلیل این مسئله توجه دارند، با وجودی که ما میدانیم که از هیچ قابل مقایسه با افغانستان نیست، که کمیسیون و کمیته که موظف است به خاطر مبارزه با بی‌سوادی توسط نخست وزیر رهبری میشه، یعنی در دستور کار و در اولویت کار حکومت‌هایی است که در هندوستان بیکار می‌کنند و یه ادامه دارد بعد از آزادی هند را برنامه‌های خوبی هم در این زمینه داشتند. اما در افغانستان تا به این مسائل پرداخته شوند گاهی به خاطر مثلا یک واژه یک کسی محکوم میشه، گاهی هم اگر رسانه ایجاد میشه سعی میشه بر یک مسیر خاص هدایت شود و به مسائل مهم مردمی نپردازد. حکومت افغانستان بعد از 11 سال تازه مصوبه استراتژی مبارزه با بی‌سوادی را تدبیر کرده، تازه بعد از 11 سال که من یقین دارم که این استراتژی با توسط حکومت تدبیر تدبیق نخواهد شد، اما حکومت‌های بعدی هم خدا می‌دانند به این مسئله جدن می‌پردازند. رسانه ها میشد که در یک تصویر کلان حد اقل به صورت فیصدی به این مسائل بپردازند، اما به شرط از این که این خط و این هدایت توسط یک مرجع که امرش قابل تحمیل است صورت می‌گرفت. اما به صورت انفرادی اگر ما بخواهیم از رسانه‌ها به خاطر مبارزه با بی‌سوادی استفاده کنیم، باور من این است که این کار بسیار دشوار خواهد بود. چرا یک سکتور کلان عظیم و چگونه میتوان دارای یک استراتژی واحد از آخر در یک مسئله مهم مردمی ثبت کرد؟ اما شک هم نیست که تلاش‌های به این زمینه اگر صورت بگیرد و باور این است که نتایج مثبتی را خواهد داشت. حالا یک مسئله دیگر هم میخواهیم کوتاه است که وقتی من به پایان رسیده باشم، رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی هم یکی از رسانه هاست. این رسانه مؤسف است که هم در زمینه آگاهی‌دهی کار بکنند به خاطر اهلیت سوال هم برای تشویق مردم و همچنان برنامه‌ای در زمینه ارائه اطلاعات و معلومات و دانش از طریق این رسانه بپردازد که برنامه هایی در این زمینه دارد. اما به حد این در یک چوکات خاص عمل کرده که تا بسیاری از شهروندان کامل هم داشتن اطلاع نداشته باشن از تلویزیون، یا حداقل برنامه های جالبی نیست که مردم و مخاطبین بیشتر به خود جذب کرده که اگر در این زمینه توجه صورت میگیرد، باور به این است که در یکی از رسانه ها به صورت ویژه در این زمینه کار مستقری را انجام میگیرد.
همچنان رسانه هایی که ادعای تعهد به ارزش ها و آرمان ها و مردم افغانستان دارند که شکل مستقیده زیادی هستند میشه در یک چارچوب کلانتر و یک چارچوب کلانتر در این زمینه تشویق بشنند تا برنامه هایی داشته باشند. یکی تشویق مردم از بخاطر آموختن سواد، یکی هم دانش آموختن از طریق از راه دور است. دو تا مسئله است که حداقل در زمینه تشویق مردم بخاطر کسب سواد و آموزش کار است که بسیاری از رسانه ها از توانشان برخوردار است و حتی رسانه های چاپی و رادیو ها بسیار مهم است که استفاده شوند در این زمینه که متاسفانه به باور من موثریت چندانی با وجود کارهای برخی از رسانه ها تا کنون نداشتند. تشکر جناب کاریلیسون. یک نکته خواست میگرد که ادامه چون در استراتژی که بعد از 11 سال ارائه شده یا ایجاد تردیم ساختن هست اشاره کردیم، خواستم در پیوان به این موضوع مسئله تلانتر مطرح بکنیم. ما در طول 100 سال اخیر همواره دچار گسست های سیاسی یا عمر کوتاه رژیم ها بودیم، از رژیم های از دوره شاه امام الله خان تا واکنون. هر باری که بعد از 10 سال، خب معلومه در 10 سال هیچ دولتی توانایی را پیدا نمی کنه که تمام برنامه ها را به گونه بسازه که در 10 سال انقلاب بشه و مثلا رژیم نظام آموزشی ایجاد بشه و حداقل یک مدت بیشتر نیاز است که رژیم شکل بگیره و نظام آموزشی را بسازه. این چه تأثیری داشته؟ یعنی به صورت کلی‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، آیا این گسست‌ها یکی از موانع اساسی نبوده؟ دقیقا گسست‌ها یکی از موانع سبب رکود و انجمار و سبب ایستایی جهان است. اما متأسفانه در افغانستان همیشه کسانی به قدرت رسیدند خود میخواستند که اکثریت رو بس افغانستان فیز کنند. باور نمید. یک امر صورت چی بوده؟ همدی بوده. نه ای که ایکوسست ها سبب شده که والا یک مقدار آغاز شده کمسر باز متوقف شده، باز آغاز شده، باز متوقف شده. چون این چیز نیست. اصلا به خاطر رشد و توسعه جامعه و خاطر مبارزه با بی‌سوادی برنامه های کلان ما از گذاشت ها نیز مشکل ندارم. اگر من اشتباه بکنم امیدوار هستم جناب استاد من صحبت کنم. کورسای بیسوادی زمان شاه یاد کی هست من نمیدونم. کورسای بیسوادی بسیار بیکیفیت و یک چیزی که بسیار به صورت فرمالیته در ادارات برگزار میشه. بعد شما دوره حکومت سردار محمد داوود خان هم بسیار دیگه در تاییدش میکنند. شما در دوران سردار محمد داوود خان یک کار بزرگی به خاطر مبارزه با بی‌سوادی در افغانستان نمیبینید. لطفاً همین سالنامه‌ای که به اون سالا به چاپ رسیده یک بار نگاه کنید. بعد از فروپاشی حکومت سردار محمد داوود خان و کودتای 7 سال تمام هم و غم حزب دموکراتی به خاطر اون مسائل سیاسی و مجازات ایدئولوژیکش بود و وابستگیش به اتحاد شوروی تا خاطر مبارزه با بی‌سوادی به صورت جدی، اما شک نیست که برنامه‌های داشت. نمی‌دون به این برنامه نبود، اما در اولویت قرار نداشت. نه کشوری که 66% یا بیش از 66% بی‌سواد است، خب کار اولی حکومت مبارزه با بی‌سوادی باید باشه، نه اینکه به مسائل دیگه اول بپردازه. در دوران 5 ساله حکومت مجاهدین که حکومت درگیر جنگ و ضربندهای خودش در کابل بود و به این مسائل اصلا توجه صورت نگرفت، دوران طالبان عملا و رسما در برابر این سواد و دانش قد علم صورت گرفت. مکاتب، مدارس، دانشگاه ها، پوهنتون ها، کلمات ممنوع ها و غیر ممنوع ها بهش بسته شد. مشخص است که سیاست حکومت طالبانی چی بوده. در دوره بهتره که ما در 10 سال گذشته میگیم حضور جامعه جهانی، آمدن دموکراسی، رایج شدن بعضی از ارزش‌های حقوق بشری و امثال هم، شما هم میبینید که من پیشتر گفتم
شاید کسی آزرده شود یعنی که نه جامعه جهانی به این مسئله پرداخت نه حکومت افغانستان پس یکم لندیست و قصدیست به هر مسئله پرداخته شد اما چرا؟ 20 میلیون دلار به خاطر مبارزه با بیسوادی که اکثر یک کشوری که کل اکثر مفلسش بیسواد است آیا این کافی است؟ شما این میزان را ببینید که در سایر سکتورها چقدر مصارف شده و هزینه شده مثلا این فکر در قصر ریاست جمهوری گاهی بوده که بیسوادی عامل تمام این همه این مسائل در افغانستان است هیچ اصلا به این مسئله سیاست نداران و نخبگان سیاسی افغانستان توجه نداشتن شما لطفا به برنامه هایی که حداقل به صورت چیز که آماده شده در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نامزدان ریاست جمهوری نگاه کنید به شمول آقای کرزی که رئیس جمهور شد بار دوبار چیزی در مورد یک برنامه مناسب به خاطر مبارزه با بی‌سوادی می‌بینه اگر هست ما حداقل که به عنوان یک خبرنگار یک سرکارم با رسانه است چنین چیزی با دوام نیره من ندیدیم در افغانستان اصلا میخوایم من باور این است که حکومت ها همیشه در افغانستان خواستن که اکثریت مردم بی سواد باشن مردم بی سواد از خود تعقل ندارن فکر ندارن به هر سمت و سوی که سمت شد حرکت میکنن ادارهشان هم به زمین اونا آسان بودن و از این بی خبر بودن که باز بی سوادی سبب میشه که در انتحاری به وجود بیاد عملات خودکش صورت بگیره و غیره سلامت